سلام میکنم همه دوستای خوبم هم. امیدوارم حالتون خوب خوب باشه در ادامه ویدئوی قبل من این جدول رو از ویدئوی قبل نگه داشتم و یک توضیح خیلی کوتاهی میدم گفتیم که یک جسم رو رها میکنیم به سمت زمین یعنی سرعت اولیش صفره و در نتیجه معادله حرکتش ایکس تی مساوی با منفی یک دوم ج تی به توان دو به علاوه ایک سفر خواهد بود که یک سفر ارتفاع اولیش هست و بنابراین جا به جایش یعنی ایکس تی منهای سفرش مساوی میشد با منفی یک دوم جت دو و دیدیم که سرعتش هم میشد منفی جت ت چون سرعت اولیش سفره و دیدیم که در ثانیه اول یعنی از ثانیه صفر تا یک این جسم پنج متر رو تیمی کرد یعنی مسافتی که تیمی کرد و در ثانیه دوم یعنی بین یک تا دو 15 متر رو طی کرد و بنابراین در پایان ثانیه دوم در ارتفاع 20 متری قرار داشت چون 15 متر و 5 متر میشه 20 و در ثانیه سوم یعنی بین دو تا سه 25 متر رو طی کرد طبق این و در پایان ثانیه سوم در ارتفاع 45 متری قرار داشت و سرعتش هم به طور ثابت هر ثانیه 10 متر بر ثانیه زیاد میشد چرا چون شتابش بود 10 متر بر ثانیه منفی ده متر بر ثانیه در حقیقت جی رو من فرض کردم که هست ده متر بر مجزور ثانیه خب چیزی که من فقط میخوام خیلی کوتاه در مورد این جدول بگم و بریم سراغ یک معادله مفید دیگه در مورد سقوط آزاد این هست که مسافتی که یک جسم من مثلا این جسم در بین ثانیه یک تا دو طی میکنه خب یک فرمول دیگه یعنی یک معادله دیگه ما از واسهش داریم دیگه مسافت طی شده بین پس مسافت طی شده بین ثانیه یک و دو تقسیم بر یک یعنی تقسیم بر دو منهای یک تقسیم بر زمانی که طول میکشه این به من میده سرعت متوسط بین ثانیه یک و دو رو دیگه درسته؟ خب پس این واحدش ثانیه است این متر این متر بر ثانیه در حقیقت من مسافت طی شدم در هر ثانیه برای هر جسمی سرعت متوسط در اون باز است خب چون مخرج این فرمول سرعت متوسط هم میشه یک خب این یه دونه حالا من یه چیز دیگر رو میدونم من میدونم که در حرکت با شتاب ثابت من اگر نمودار سرعت این جسمم رو رسم بکنم در طول زمان من به یک همچین چیزی میرسم خب یعنی اگر مثلا این تی باشه و این وی باشه سرعت اولیه جسم من اول هست صفر بعد در ثانیه یک میشه ده و همینطور افزایش پیدا میکنه یعنی من یک همچین شکلی خواهم داشت خب یعنی به صورت خطی داره زیاد میشه و من در دو سه ویدیو قبل بهتون نشون دادم و با هم دیدیم که سرعت متوسط در یک نمودار خطی وقتی نمودار سرعت زمان رو داریم مثلا سرعت متوسط بین ثانیه یک تا ثانیه دو که اینجا باشه یعنی این نقطه برابر میشه با سرعت متوسط در ثانیه یک یعنی وی یک به علاوه وی دو تقسیم بر دو این سرعت متوسط بین یک و دو رو میده خب دقیقا من باید میانگین حسابیشون حساب بکنم چون نمودار خطیه خب و طبق این جدولی که من اینجا حساب کردم سرعت متوسط الان بین ثانیه یک و بین ثانیه دو مساوی میشه با منفی ده منفی 20 تقسیم بر دو که این مساوی میشه با منفی 15 متر بر ثانیه بنابراین سرعت جسم در سقوط آزاد بین ثانیه یک و دو هست سرعت متوسطش منفی 15 متر بر ثانیه و بنابراین دقیقا 15 متر میاد پایین و به همین ترتیب بین ثانیه دو و سه سرعت متوسط میشه منفی 20 یعنی سرعت اولیه بلو به سرعت آخر اون ثانیه تقسیم بر دو که میشه منفی 25 متر بر ثانیه بنابراین جسم من 25 متر میاد پایین با سرعت منفی 25 متر بر ثانیه در یک ثانیه خب این نکاتی بود که یعنی باید تحلیلی باشه که شما خیلی باش راحت باشید دیگه. یعنی یک جسم رو رها میکنیم هر ثانیه ثانیه اول 5 متر ثانیه دوم 15 متر در حقیقت هر ثانیه جی متر به مسافت طی شدهش اضافه میشه و در نتیجه مسافت کل رو خیلی راحت میتونیم حساب بکنیم حالا من میخوام یک معادله خیلی مفید دیگر رو اینجا استخراج بکنم پس بذارید این مثلا اینا رو پاک بکنم تا بریم سراغ یک معادله خیلی مهم که از همین معادله هایی که تا حالا بلدیم خب معنی من دو تا معادله داشتم دیگه من میدونستم x t هست در حقیقت این y -T. من دوباره نوشتم x تی دیگه اشکال نداره هست منفی یک دوم تی به توان دو به علاوه و صفر ت به علاوه ایک صفر و از طرف دیگه می دونستم وی تی هست منفی ج ت به علاوه وی صفر خب من میام یه کاری میکنم من از این معادله میتونم تی رو حساب بکنم دیگه یعنی اگه شما به من سرعت جسم رو در یک لحظه بدی سرعت اولیه‌ام بدی من میدونم که چند ثانیه گذشته که جسم من به این سرعت برسه خب منفی وی تی منهای وی صفر تقسیم بر جی حالا من میام این تی رو در این معادله بالا قرار میدم یعنی اینو میذارم توی این معادله بالا چه نتیجه ای میگیرم نتیجه میگیرم که x t مساوی میشه با منفی یک دوم ج در منفی v t منهای v صفر تقسیم بر g کلا به توان دو به علاوه v صفر در دوباره منفی v t منهای v صفر تقسیم بر g و علاوه x صفر درسته خب حالا من این رو یه ذره ساده میکنم من به این نتیجه میرسم که x تی منهای x صفر مساوی میشه با منفی یک به دو جی در وی تی منهای وی به توان دو یعنی در حقیقت وی تی منهای وی به توان دو این یه منفی هم من اینجا دارم به علاوه وی صفر جیوم در منفی وی تی منهای وی صفر درسته پس این میشه این خب این منفی با این منفی ساده میشه من نتیجه میگیرم که ایکس تی منهای ایکس صفر مساوی میشه با وی تی به توان دو 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 من انگلیسی نوشتم ببخشید به علاوه وی صفر به توان دو منهای دو وی تی وی صفر تقسیم بر دو جی خب این این جمله اول هست به علاوه جمله دوم هم میشه چی؟ جمله دومم هم میشه منفی V0 VT منفی به علاوه V0 به توان دو تقسیم بر G قبوله؟ خب حالا اگه من از این دوتا کسر مخرج مشترک بگیرم یعنی اینو در یک دو ضرب کنم در نتیجه صورتش رو هم در یک دو ضرب بکنم چه اتفاقی میفته؟ خب بذارید من یه بار چک بکنم اینجا چی کار کردم من اینجا تی رو گذاشتم اینجا بعد آها این این منفی رو ندارم خب یعنی من همه این عبارت اینجا الان یک منفی بهش اضافه میشه در نتیجه اگر من مخرج مشترک رو الان اعمال بکنم این منفی منفی دو و صفر و ته با این منفی دو و صفر و ته ساده میشه یعنی من اینو دیگه ندارم و این عبارت مساوی میشه با و ت دو یعنی منفی ت دو به علاوه و صفر به توان دو چون این منفی و صفر به توان دو با این دو به صفر به توان دو یکیش ساده میشه تقسیم بر دو جی که باز اگر من اینو بیام تر و تر بنویسم نتیجه میگیرم که و ت به توان دو منهای و صفر به توان دو مساوی میشه با منفی دو جی ضرب در XT من منهای x خب پس رسیدیم به این معادله نهایی من امیدوارم که درست باشه من چک میکنم اگه غلط بود خب مجبورم یه ویدئوی دیگه ضبط بکنم ولی فکر میکنم درست باشه تا جایی که حافظم یاری میکنه و خب الانم با هم حساب کردیم دیگه چرا شک بکنیم بنابراین VT به توان دو منهای V0 به توان دو میشه منفی دو جی ضرب در XT من منهای x من به این میگم معادله مستقل از زمان خب پس این معادله مستقل از زمان هست به این دلیل که دیگه زمانی توش ندارم و بنابراین طبق این معادله شما اگر مکان یک ذره رو در سقوط آزاد بدونید یعنی مکانش رو بدونید در حقیقت میزان جابجاییش رو بدونید و سرعت اولیش رو میتونید سرعت حال حاضرش رو به راحتی به دست بیارید پس این هم شد معادله مستقل از زمان که ما به زودی ازش مثال هایی حل خواهیم کرد بریم که در ویدیوهای بعد میخوایم راجع به سقوط آزاد با هم یک تمرین های خیلی جذابی رو حل بکنیم فعلا خدافظ